مطرحش نکنید. به هر حال آدم ها تیپ های مختلفی دارن و علکی گزک دست کسی ندین بابت دی ان ای داخلتون. بدونید که حتی میتونه همین منتور شدن از یه سری خدمات هم استفاده بکنید. یه سری شرکت مشاوری هست بغیر از اینکه دی ان ای این داره سینکشی داخلیتو میگه، ولی یه جاهای قابل بهبوده، اون رو نقاط قوت میشه روش کار کرد و بحث باحالیه این. من حتی تو ای سمینار امروز داشتم یه سری دوره تعریف میکردم، دیدم مثلا از این کارگاه ها اینا هم داره برگزار میکنه. این لینک هم که براتون گذاشتم پیشنهاد میکنم ازش استفاده کنید، کلی اطلاعات خوب تو حوزه MBTI هست. الان جلوتر هم بهش یه چیزایی میپرزنید. روانشناسی اقتصاد هم همونطور که قبلا گفتم توی امریکا یه چیزی به نام روانشناسی اقتصاد وجود داره، اومدن یه سری آدم معتبر و موفق در حوزه مالی رو گرفتن، از یه دونه چیزی گذروندن، فیلتری گذروندن، اینا گفتن اینا آدم موفقامون همینا. بعد ازشون خواهش کردن اجازه بدن مثلا تستای مثل TCS و MRI و رادیوگرافی چش و روان فیزیولوژی و امثال و تست دی ان ای اینا رو انجام بدن. مجموعه ای از دانشمندا رو بردن این کار رو اینا انجام دادن. بعد اومدن گفتن خب خداحافظ برید. بعد اینا نشستن دیتایی که گرفتن و گذاشتن، گفتن حالا چه چیزی بین اینها مشترکه؟ هم ای چه چیز آشنایی شد، همونی بود که رفتیم تو کیف پول ثروتمندان دیدیم که چه چیزای ترکیبشون چه جوریه. اینجا هم همینه. پس تامز آپ که ما هم درست رفتیم. و این اتفاق که افتاد چی شد؟ به یه الگو رسیدن، یه شابلون گذاشتن تو جامعه، تو جامعه آدم هایی که تو این حوزه هستن یه تکونی دادن، قربال کردن، از زیر یه سری آدم ریخ، همونا رو جمع کردن، گفتن اینا آدم هایی هستن که با این چارچوب خیلی همخوانی دارن. اینا رو فرستادن تو یه سیکل آموزشی، گفتن شما آموزش های حرفه‌ای ببینید که الان شدن میدونید که بزرگترین بازار مالی دنیا، قوی‌ترین بازار مالی دنیا رو دارن که ازش به روانشناسی اقتصاد تعبیر میکنن. پژوهش‌های مختلفی در ایران و خارج انجام شده، من فقط اسم اینا رو آوردم و میبینید که حالا مثلا بررسی عقاید مدیران صنایع ایران نسبت به ریسک و هر کدوم توضیح داده، یه تیکه کوتاهی هم نوشتن. سلمان خادم المله در خصوص تأثیر تعطیلات مناسباتی بر روی بازدهی و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار سال 87 کار کرده، از بچه دانشگاه شهید بهشتی، پایان‌نامه خیلی قشنگی داره، من پایان‌نامه‌شون رو خوندم. نکته یه بار دیگه بگم، بررسی تأثیرات تعطیلات مناسباتی، یعنی همین مثلا این 22 بهمن، این مثلا روز مرد، روز زن، این تعطیلاتی که اینجوری وجود داره بر روی بازدهی و حجم معاملات، پس این میشه مالی رفتاری. آقای محسن صادقی بر روی اثر روزهای مختلف هفته بر بازدهی، نوسان پذیری و حجم معاملات و همه رسیدن به، حالا نتیجهش این بوده که این تقریب نشان میده که اثر روزهای هفته به شکل قوی در بازدهی، حجم معاملات و نوسان پذیری در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر پذیر دارد. اثر چهارشنبه یا آخر هفته و نیز اثر روز یک شنبه در اکثر تخمینا معنادار بود. این سال 85 شون انجام داد. آقای خراسانی که یکی از دانشجویان بسیار قوی و باسواد در دانشگاه امام صادق بودن، فکر می‌کنم الان دیگه دکتراشون چند سالی هست تمام شده، عرض شد که شناسایی و توصیف سبک‌های غالب سرمایه‌گذاران در بازار سهام تهران، اینو کمک میکنه که روی کردار شما بتونید پیدا بکنید، پترن ها رو پیدا کنید. و در این بین هم بنده به عنوان کوچکترین جزء این بازی تعیین درجه ریسک پذیری مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک، یعنی همین صندوق های سرمایه گذاری که شما تو بانک ها میتونستید بخرید و تاثیر اون بر عملکرد مالی صندوق ها که سال 89 انجام دادن و اومدم درش رسیدم میزان ریسک پذیری مدیران مرد پورتفوی و بازدهی صندوق ها رابطه مستقیمی دارد، بدین معنی که با افزایش میزان ریسک پذیری این مدیران نیز بازدهی صندوق ها افزایش خواهد یافت. بنابراین با انتخاب مدیران که در ارائه روحیه ریسک پذیری در موقعیت های همراه با سود میباشند، صندوق های سرمایه در بازدهی بالاتری به مراتب برخوردن، که کلی داده های قشنگی من تو این پایان نامه بهش رسیدم. این شما میتونید جزئیات بیشتر هم بگیرید، صرف حوصله با هم بخونید و ببینید. اما نکته‌ای که اینجا برام مهمه اشاره به بحث این هستش که خب ما توی این ترید آف کجای بازی قرار میگیریم. اون تست MBTI منو به این نقطه میرسونه که کجا هستم. یه ذره جلوتر من فقط این جای اسلایدر رو فکر کنم باید جابجا میکردم، یه مقداری اومده پایین، ازتون عذرخواهی میکنم. این MBTI تست شخصیت شناسی است، سازگاری تیپ ها با یکدیگره و تیپ های مناسب. جناب آقای جوادی پوری نکته شما گفتیم باعث شد که من این اسلاید این تیکر رو اضافه کنم.
اینکه تیپ های مناسب برای بازارهای مالی ISTJ, ESTP, ENTG, INTG, INTP هست. و حالا این عکس‌ها رو من اینجا الان براتون فایل رو شیر میذارم که حالا توضیح داده شده که انواع تایپ هاشون چجوری. مثلا INTJ مثلا مستقل نوآور تحلیلگر, و من این عکس‌ها رو اینجا برای شما آپلود بکنم, شما احتمالاً بتونید ازش استفاده بکنید. که من ببخشید, من از اینجا باید فراخوانی بکنم. این اطلاعات یه مقدار ما رو قوی میکنه نسبت به اینکه چه جوری میتونم توی این بازاره موفق باشم, یا اگر خیلی مثلا داستان عجیب و غریبه چه جوری کار اصلا به درد این بازاره میخورم. یه سوال خیلی ساده است دیگه, آیا من به عنوان یک آدم به درد این بازار میخورم یا نه؟ تاش طرف میرسه در بدترین حالت نه آقا جان به درد این بازار نمیخوره. خب من میخوام از فضایی که این کلاس داره, از این به قول معروف کلاس معاملاتی که وجود داره نهایت استفاده رو ببرم. چی کار بکنم که بتونم از این فرصت نهایت استفاده رو ببرم؟ اولین چیزی که وجود داره اینه که بیام مثلا از برم صندوق های سرمایه‌گذاری که آدماشون رو بر این اساس انتخاب میکنن بخرم, یا برم صندوق بخرم که از اون استفاده کنم. من الان دونه دونه اینا دارم آپلود میکنم اینجا که شما هم ببینید. بعد یه استاپ شیر میزنم که یکیشو براتون باز بکنم. خیلی جالبه به این اسلایده, بله پی دی اف رو گذاشتم, همون اول کلاس گذاشتم پی دی اف رو. پی دی اف رو همین اول کلاس گذاشتم. من تا حالا این بخواد بازی خود اذیتمون میکنه, برم سراغ این فایل رو بهتون نمایش بدم. که توی این داره, آها اینجاست, میبینین شیر صفحه منو الان این فایل رو تو پینت بازش کردم. بله بسیار همانی. ببین اومده مثلا تیپ ISTJ و ESTP رو معرفی کرده. Individual Trail at which is well suited for auditing or accounting position thanks to their systematic habit, analytical mind and efficient work ethic. مثلا آدمایی که با اخلاق خیلی دیسیپلین اوکی دارن به درد این کارها میخورن. توی ESTP اینا تو این کاراکترها به درد بازارهای مالی میخورن. اومده مثلا اینو گفته برای این آدمه, حالا تش میگن به عنوان مثلا پوتنشیل اینوستور هستن. ENTJ آنالیزورهای قوی هستن, و این تیپ INTJ ENTJ INTJ اینا تو حوزه سرمایه گذاری بانک, تو حوزه مثلا دفاتر سرمایه گذاری, تو حوزه بانکی برده یه مجموعه خیلی آدم های به درد بخوری هستن. و INTP هم همونطور که میبینید فاینانشال انالیستن برای وظایف مربوط به خدمتون عرض شود سرمایه گذاری. من این رو برای شما به اشتراک گذاشتم. که این نوع تیپ هاست, شما یه تست بزنید و خیلی نگران نشین که اگر مثلا نتیجه تست با این چیزی که اینجا دیدین یه مقداری متفاوت باشه, به خاطر اینکه
خب یه مقداری باید شما رو نقاط قوت و ضعفتون کار کنید تا تقویت بشه هر کدوم از این تیپ های شخصیتی که هستید. و این رو نکته مهم خوبی بود که من اضافه کردم برم بالا که این داستان ستاره شناسی رو هم بگم خدمتون. ببینید ستاره بینی مالی یک مفهومیه که سالیان سال در حوزه مالی وجود داره. دامنه کاربردش هم من یک مجموعه 5 قسمتی در یوتیوب تهیه کردم با جزئیات بسیار فراوانی توضیح دادم اون رو. اما خلاصه اون رو اینجا خدمتون بگم. ببینید با فاینانشال استرولوژی و این هشتگ چه فارسی چه انگلیسی سرچ کنید دنیای بهتون اطلاعات میده و حتی این کلمات کلیدی. زیر مجموعی از تحلیل تکنیکال هست. این تکنیکال هم غلط تایپی داره دیگه، لسه چشم بهش چیز شد که عادت نهدم تکنیکال چرا اینجوری نوشته شده. زیر مجموع تحلیل تکنیکاله بر اساس همون نمودار گنی، یعنی اگر کسی اومد بهت گفت آه چرت و پرت مثلا مزخرفه، بگو تحلیل تکنیکال میدونی چیه؟ میگه آره. بگو تحلیل از ابزار گن شنیدی به گوشت خورده یا گوشش خورده یا نخورده؟ میگه آره. بگو این همونه، اما با یه رویکرد خیلی